خنده، خوشی و تمام مهمانایی که امشب مهمان سراچه ما هستن، یک کف محکم. فقط ببینین، بخندین، مهمان و مزمار هم دیگر باشیم در این سراچه. با برنامه سراچه خوش آمدین. دوستان، مردم میگفتن که امی سراچه چی است؟ معترسی؟ ای کاماز است؟ ای چی است؟ سراچه یک میمانخانه است. در قدیما میمانخانه بودن بالات یا پیش برآمدگی همیشه میمانا اونجا میرفتن و سراچه بر میمانخانه بر مهمانا بود و میمانخانه بود کلگی اونجا میرفتن. و ایام یک مهمانخانه است. سراچه یک مهمانخانه است. مهمانخانه متفاوت که مهمان داریم، مهمانای متفاوت. موسیقی داریم. موسیقی های جدید و مقبول با هنرمندان بسیار جالب و خوش آواز و خوشخوان. در پالوش در مهمانخانه یگانه چیز متفاوت ای است که ما هیجان داریم، یعنی نمایش های هیجانی. آره، نوبت مهمان است. مهمان ما کسی است که کلتون را میشناسین و یک مرد نازنین است، یک چهره جوان حکومت، شخصیت نامدار سیاسی و بسیار دوست داشتنی، به افتخار آقای نادر نادری، رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی. سلام، صبح خوش آمدید. سلام، صحت شما خوب؟ خوشبخت هستم که شما را می‌بینم. خدا چی خوب؟ واسکت هستی یا دیریشی؟ والا نصف واسکت کنده شده بود، نصف کنده بود. خب؟ مقبول است. بفرمایید، بفرمایید. اینجا میخواین باشم؟ آه بله، اینجا میشینیم. امی سراچه هم سراچه قریه مواری بود یا او سراچه که مسافر میبره؟ نه، ای هم او سراچه است که قریه در قسمی مسافر برده نمیشد. رئیسه مقبول مرس مثلا. سلامت، تشکر از ای که برای ما وقت دادین، در برنامه ما آمدین و میفهم کارای شما هم زیاد است. در کلبه غریبانه ما آمدین، بسیار خوش آمدین، مانده نباشین. سلامت باشین، خوشحال هستم که شما رو میبینم. شنونده ها و بیننده های محترمه و اینکه در اولین برنامه دعوت کردین، زنده باشین. یکان نانمان هم میتین در سراچه یا نی؟ آه بله، صد فیصد، صد فیصد نان میتین، منتا در وقتش نه، یکم نوقتر. امروز ما میخواییم بعض سوال ها کنم، اما بازم از پیشتان تشکر میکنم. افتتاح برنامه سراچه را شما کردین، خانه جدید ما را افتخار بخشیدین. لطف میکنین، سلامت. ما سوالای دارم که شاید پرسیده نشده باشه، اگر شده باشه شاید بسیار کم، اگر شما اجازه بدین. اگر سوالای سخت نباشه و بسیار خصوصی نباشه اجازه است. یک کم اگر خصوصی داره در آخرش. بفرمایید. ما پیش از اینکه شما را دعوت کنم، چون علاقمند شخصیت شما بودم، کارهای شما را دیدیم، تعقیب کردیم، مطالعه کردم که شما 30% خانم‌ها را در حکومت جا دادین در پست‌های مختلف. چگونه این کار مشکل انجام دادین شما؟ او خزیات سخت نیست. یک چیز است که ما مردا همیش بانه جور میکردیم، چال میزدیم، مانع خانم ها میشدیم که بیان. به خاطر از این آسان است که اون ظرفیت هایی را که نیاز داره ادارات خانم ها دارن. فقط اون موانعی را که بود، اون چال هایش را پس کردیم، دیگه مسیر برشان باز شد و خودشان تانستن بیاین بیشتر در اداره داخل. خب، بسیار خوب، بسیار خوب. ولی ما میخواستیم امی تکنیک یاد بگیریم که ما هم در اداره خود ضرورت داریم به خانم ها، اما نمیفهمیم چه قسم خانم ها بیاید. او چالای مخفی را از مسئولین اول پرسان کنین، اونم ها را باز پس کنین. خب، بسیار خوب. شما در یکی از پست های بسیار کلیدی دولت کار میکنین، باعث افتخار هم هستین، کارهای بسیار خوب هم انجام دادین. از کجا شروع کردین این کارا که بالاخره در این پست کلیدی یا پست که شما در اون موفق هستین رسیدین؟ کار آغاز کردن خود یک مسیر طولانی داره. گاهی وقت آدم زمانی که در فاکولته می باشن، بله، اگه در طب رفتم و سال اول کلگی یکی دیگه خود دکتر صاحب میگن، بله بله، در دیگه پانزده هم اگه بودن و روز اول فکر میکنن که از این پانتون فارغ شدن، حتما یک رئیس میشن. بله بله. حداقل خود از زمانای پانتون اینا همی فکر داشتیم که ولی همی که بر آمدیم از پانتون رئیس میشیم. وقتی از پانتون بر آمدیم، دروازه های پانتون بر روی کلی خرابی ها بود، دعواگر ریاست هم بسیار زیاد بود. باز ما همون مسیر طولانی ره که برای ساختن یک انسان و آماده ساختنش برای یک
مسئولیت کلانتر نیاز است، او را باید میپاییم بودیم. بسیار خوب. و این مسیر از راه‌های سخت تیر شده. تاریخچه کاری را اگه آدم بگویم، خب امی سراچه را دیگه امو چای و ایگه پایش باید توت و نخات و چیزهای زیاد باشه که طولانی میزه. کدام کار براتان ساده بود و کدام کار بسیار براتان مشکل تمام میشد؟ هیچ کار آسان نیست. تغییر آوردن و اصلاحات ایجاد کردن و مخصوصا زمانی که شما یک سلسله ارزش‌های جدید میخواین ازش دفاع کنین بسیار سخت است، چون یک تعداد مردم هنوز باور نمیکنن که این حقیقی است تا که شما بارها انجام بدین که مردم باور کنن که این کار از قلب انجامش میتین و این کار کاری است که برای مردم مفید است. او یک بخش سختی در کار است. یک تعداد احساس میکنن که این کارتون سایه خودشان محدود میکنه، بله. باز چوبک مندازن، چیلک مندازن، مشکل ایجاد میکنن. من چیلک شنیده بودم، این چوبک چه قسم مندازن سر؟ چوبک قسم مندازن، یکان چوبای کلان است، برای اگان تا او چوبک خوردش پیشلویتان مندازه که پایتان بند شده، باز ای بانه را ایجاد کنن، یک بانه دیگر را ایجاد کنن. نه، بخاطر گفتم که چوبک گفتین، من خلال دندان یادم آمد، گفتم چوبک. او یگان تا ولی او خلال دندان ها تیز است. بله بله بله. بزور یک قسم مندازن که در شانه بخلب، باز نشانت میتن که مقصد بخار نیستی. خب نه، ما از خریدن بسیار میترسیم، بر صورت خدا نگاه کنم. در برنامه تفریح آمدیم، در باره خنده بگه پای کم صحبت کنیم. چی چیز باعث خنده واقعی شما میشه؟ یگان برنامه خودت که دمو شب خنده داری که امو واقعیت های تلخ جامعه را با زبان نیشخند میگی و دیگه دوستا و همکارایتان او باعث خنده میشه. اگه کسی یک طفل وقتی میبینیم که بسیار خالصانه و معصومانه از یک چیز لذت میبره، بله. و او لبخند میزنه، او باعث خوشی و لبخند هر انسان میشه، طبیعی است و معمولی است. یک سیاستمدار چی باید کنه که مردم بالای ازو باورمند باشد؟ می اواخر دیدین که بعضی سیاستمدارا پیش مردم بی اعتبار است، اعتبار ندارن دیگه. مثلا شما یکی از او اشخاص هستین که کلی بالای شما اعتبار داره، یعنی چی کارا میکردین شما؟ ایجاد اعتبار در هر سطح، چی در سطح خانواده، در اجتماع و کلان برای یک مسئول سیاست مدار. خانه سرمه خیلی چی اعتبار نیست بخواه. خواهد من راست نمیگی. یکی از چیزایی که برای سیاست مدار نیاز است همی است که کاری را که میکنه، اما کارش شخصیت، رفتار و اعمال و عرفایش را تشریح بکنه. زیاد وقت سیاست مدار گپهای زیاد میزنه، یک بخشش راست نمیباشه و یک بخشش راست نمیشه به دلیل اینکه اجرا نمیشه و مردم تصور میکنن که او دروغ میگه. بله بله. و عدم اجرای از او به اعتمادی را ایجاد میکنه و به اون دلیل چیزی را که نیاز است سیاست مدار بیشتر اقدام بکنه، چیزایی را که مسئولیتش از او را انجام بده، برای مردم تشریح کنه که اینی را انجام دادم، بعدا اینی کار دیگه ای را که اگه انجام میتونم مردم اعتبار میکنن که او را انجام داد. اگر لست طولانی از فعالیت ها باشه و او را تنها در بخش در صحبت بگویه و در کاغذ باشه و اجرا نکنه، مردم سرش باور نمیکنن. فکر میکنین که تو یک کس باشه که اشتباهی خود پذیرفته باشه، در دولت گفته باشه که من ولی این اشتباه را کردم؟ این خو سخت است. آدم ها خواهر کدام امو یک من کلان دارن، یا انگلیس های ایگو میگن، یا من کلان بله فرد است که بعضا به نادرست به نام غرور رو تعریف کرد. بله بله. او باعث میشه که جرأت و شهامت ایره بگیر از آدم که از آن بکنه که اینمی چیز اشتباه. بله بله. اما سیاست مدارای شجاع زیادی وجود داره، نمونه هایش در دنیا است، در خود کشورم است و ما به عنوان یک ملت این فرهنگ باید ایجاد بکنیم، چی در زمانی که متصدی وظیفه هستیم جرأت و شهامت ایده داشته باشیم بگوییم که به عنوان یک نهاد، به عنوان یک فرد نیت خوب داشتیم اما اینی چیزها اشتباه شده است پیش ما. Okay. و چی زمانی که از مسئولیت میبراییم شهامت ایده داشته باشیم که کتاب را که اگر نشته میکنیم از خاطرات خود کلش تعریف خود را نشته نکنیم. بله. قهرمان کتاب نباشیم، تنها قهرمان به گونه باشیم که هم خلاهایی را که داشتیم بگوییم و اشتباهاتی که از ما شده بگوییم و هم کارهای خوبی را کردیم. بسیار خوب. او به خاطر که درس میشه برای نسل بعدی و تاریخ ما، تاریخ اداره ما از امو ساخته میشه باز. بله. تمرکز شما روی امروز است یا فردا؟ هر دویش. اگه کدامش بیشتر؟ اگه امروز خود صحیح فکر نکنیم
فردا هم ساخته نمیتونیم. دید ما به فردا است. تصویری را که میخوایم بریم و هدف غایی و نهایی را که میخوایم بریم و تصویر در فردا است. اما هر قدمی را که امروز میمانیم خشتایی است که او تعمیر فردا را میسازیم. اگه دید از امروز هم از دست بتیم به او فردا نمیرسیم و کجرا میریم و اگه دید فردا را از دست بتیم امروز مسیر لازمه نداریم. مردم میگن صاحبان حکومت کسان هستند که در راس دولت میباشند و دولت مردان میگن که صاحبان حکومت مردم خود افغانستان است یا مردم هم مملکت است. ما امیر نفهمیدیم که صاحب اصلی مملکت کی است؟ در یک جمهوریت که به اساس قانون اساسی است، قرارداد بین مردم و دولت است، مالک و صاحب جمهوریت و دولت و حاکمش مردم است. در یک نظامی که ارزش‌های مردمی و تصمیم مردم برای انتخاب و انتصاب و به قدرت رسانیدن حاکمایشان و حاکم قلمه درست نیست، مسئولین و حکومتدارایشان سهم و نقش اصلی مردم نباشند، پس حاکما هستند که بله. صاحب اصلی دولت می باشند. ما برای رسیدن به مو مدینه فاضله که جمهوریت ما سیار سیار جان احمد سلام علیکم. کجا هستی تو؟ سلام به تو بابو. بابو ایماز اینا رئیس دوستاش ماست نکردینه مادر آدم دوستاش ماست. سلام خوب هستی؟ سلام خوب هستی؟ رئیس های بسلاحاتو داری؟ توف در خلقم خوش کرد بشی در حلقم توف نمانده. چرا؟ کمی هاو بتیم من بابو ایازی هستم. از صبح تا شام رفتیم اینه یک هفته میشه از ای داره دوی داره از اوی داره دوی داره سیوی از ایره بردیم هیچ کس دکار نمیگیره کمی میرون میگم سیویش بخوام بشی سیوی نیست نکاخت آوردی بابا سیویسته حالا چی کار هسته ای؟ کی را دعوت کردی؟ رئیس صاحب رئیس باز دست سراچه رئیس صاحب اصلاحات داری سایی که بزن خو سلام علیکم. ما تر از آسمان میخواستم در زمین آمدی و خیر استی جان خوش آمدی خوش آمدی اینه قد این تو آدمات سرکار داری پس پیش من همیگی دیگه من این طرف و طرفی طرف و طرف چی فکر کردی مارو مارو بابو دیگه این یک سیفی گک آوردیم از خستونش از خدا میشه اینه من سیفیشم میخوانم پیش هر کسی که میخوانم میگه نه این نمیشه پیش تو میخوانم دیگه اینه می تو دیگه کلان آدم هستی نمیده خاندن نخوانی بابو اینه خیلی پیش از اینکه بخوانیم یک چیز برایتان بگویم هزار دفعه هزار دفعه اول خودتون مادر هستی و دوستایتان ماش نکرد باز من او را یعنی می توی آقایش هم اینمی دخم بود اگه درخواست آقایش هم اینمی دخم بود آقایم خواهین روی تا ماش بکرد دوستاشی تربیه یعنی می توی کم می آمده سراچه چای بیار که میمان آمده مرگی میمان آمده خب اینال سیار جان مکتب ده 24 سال خلاص کرده هر سال که ناکام مونی یک سال دیگه هم گفتم بخوان که پروفشنال بخونی پانتونم 10 سال خلاص کرد اما خدا اینه 10 سالش خوب است مردم 12 سال میخوان ما هر سن فدوت دفعه خوام چون باش که من سی وی تا بخونم دیگه اینا بهترین او باز است بهترین او باز است اینا دیگه خودش هم یگان دفعه میگم ما فنی بچیم قیلون خمید یا قیلون جور میکنه الا دیگه اینا یک خط دیگه شم در کوچه گشتی درجه یک است زنده باشی اما صبح تا شام در جلب جذب مردمم درجه یک است که می خونم یا 40 تا 50 تا همسایه می آید تک 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 یکیش میگه دختر مازار داره دیگهش میگه که موتورسیکل مازار داره دیگه من افتخار میکنم در جلب جذب مردمم درجه یک است نام خدا دیگه نامش سیاری متین به وزن خود طول است شارد و پارسش از قوی است تکنیک خوب پول است به مرض مرلی هر قسم کپسول است با جنگ بوکس لغت با چفل مارنول است صدق شو الله مگر یک اون دفعه میرم و یک سیده اگر اون دخترها که میبرم میگه ای بینی از این کلوخ بریز خو خیر حالا چی میکنی این حال دیگه از تو خود از تو میشه از خدا میشه ایگه که تو یک امضا کو برش یک وظیفه پیدا کو یک خبر دیگه تم مشنیده بودم چی بودو؟ میگه درسه همی بود نی؟ درسه دخترها درسه دخترها میگه خیلی خدمت کردین تقریبا 30% بانوان در حکومت داخل کردن بنادریس وقت بتید به میمان که گپ بزن گپ زدید ببخشید ما یک ذره پشت کار میگم برمه اینال بگو یعنی که کدام پوستار رو کار کدام گپ آخره که گفتی خوره ما برش تشتیه کدام خواه امی اوصافی را که گفتی نام خدا امی اواخایش زیاد است خواه امیال امی کار را که پیش میبرن
دینمی سیویش بسیار خوب میخوانه. نه کار باید پیدا کنین، نه پیدا کنین. من نواسای مسیق یک در جن دختر دارم، نواسای مسکونی که واسای مس لقه که دروازای مس نوکه که بوتای مس، اونا رو میارم کلش دخترها رو در حکومتتون داخل کنین. خیر این 30% چه 100% چه نه میشه ببوسای کو هر جای یاد میکنی ناخ ناخ بعدا چرا نمیشه میشه تو بگی نمیشه کلیت بخوری کس پیش میمونم تو چیخ میزنه پیش. خب من خینال یک وظیفه شامل میکنه اینمی اینمی مصاحبهش بود این موعده کنین در وظیفه شامل کنین امیال یک اجازه اگه بسی امی ارزیابیش بود سر خودت چیخ زد سر خودت که چیخ زد دیگه ناکام ماند. این میره میبرم میگه مگان جای با کمی همی همی کارهای خود دور کنه از شامل وظیفه شو احترام دمه کنه احترام در فامیل خود کنه. تشکر زنده باشی بابا جان. سیوی ما بگی برو ما تا وقت رئیسه بگم میدونم که من ناقال مقال مرکه چی دونه ناکام ماندم. خیلی میتون میشه باز امزا کنه آخر خودت بیا اینجا با من میرم که چای دم کنم برش. میشه در اینترنت امو درخواستی خود آدموج خانپوری میکنه اونم موج باز روان میکنه اینجا در اینترنت درخواستی خود خانپوری کرده صد بار درخواستی خود خانپوری کرده جور باشی باشی تشکر بخیر جای من نشی من چای میارم حتما دیگه فراموش تا نشه بچه تشکر بچه هم بچه صدقی خود چه هم بابا ما میفهم کارتون بسیار زیاد است ساتانه در قید قصایل کده میرین مام فعلا دوستا برین ببینین چایتان جوش آمده یا نه تا که شما بر بگردین ما هم بر میگردیم. از سیاست میترزین یا از مادر اولادا؟ ولی از دومیش. خب یک چیز است خانم زینب جان جز صمیمیت و راهنمایی های خوب دیگه چیزی نداره. ترس ترسی که زمانی که کار خراب کنم ازش میترسم، اما به عنوان یک همکار بوده، به عنوان یک شریک زندگی، یک همراهی را که در هر قدم امو حمایت لازمه کرده و خود فداکاری خودش کرده و وقتی او فداکاری میکنه به دلیل اون فداکاری هایش احساس ای را میکنم که من چیزی را مدیونش هستم، چیزای بزرگتر از زندگی مدیونش هستم و خدای نخواسته او امید را که از من داره او را ناامید نسازم و از امید هستم. خداوند هیچ خانم از مادرم میترسم از امید. خداوند هیچ مرد را از خانم هیچ خانم را از مردش ناامید نسازه به خاطر که اگه اون ناامید شد دیگه زندگی بسیار تلخ میشه سر آدم. خودت خوب میفهمی خیلی بخیر. بله بله. خب چی بایدها دارین در زندگیتون؟ بایدهای زیاد است زندگی هر فرد. اولین باید زندگی ممی است که آنچه در داخل و در باطن هستم در رفتارم باشه دقیقا. و در چیزی را که انجام میتونم در بیرون از خانه، در داخل خانه و در زندگی عامه خود به عنوان یک مسئول حکومت امو چیز باشه. باید دومیم یک پدر خوب باشه، یک مسئول خانواده خوب باشه. بسیار که بتانم دو دختر دارم و دو دختر او چیزایی را که به عنوان مسائلی را که از پدر الهام میگیره اطفال بتانم امو الهام درست برشان باشم. چی در مکتب هستن، چی در جامعه، چی در آینده که کلان میشن بتانن با سر بلند و با افتخار بگوین که ای پدرم است یا پدرم بود اینی آدم و بتانم به عنوان اونم الهام و الگو برشون باشم. در عین حال که اونا را بتانم به او باید متوجه بسازم که مسئولیت ها تنها به یک بخش از خانواده نیست، به یک بخش از جامعه است، خانواده کلانتر آدم. آیا این باید ها به خوشی ها و خوشبختی هایتان میرسانه شما را؟ یقینه زمانی که شما میخواین باطنتان چیزی که در ذهنتان است و چیزی که در بیرون میتین به عنوان اجراعات کاریتان به عنوان یک مسئول عامه او اردوش با هم مطابقت داره، شام وقت خانه میرین براتون راحت خاطر میتن، شما آرام هستین، آرامش وجدانی دارین. اینا رو میخواییم که این سوالا رو عاجل عاجل بپرسم، شما کوتاه کوتاه میشه جواب بتین و شما پناهتان به خدا. جهان سپاس که دعوت ما رو پذیرفتین. سوال اول، چرا لگلگ با یک پای میخوابد؟ و علی کتاب سخت میگه، من
متخصص حیوانات نیستم. خواه به هر صورت چرا سرپوش و فاضلاب همیشه گرد است؟ نمیسر سرکای بیرین فاضلاب و یکان تای دیگه شست چار کنجم است. نیمه چار کنجم این به سلیقه و طرز دید و دیزاین خود اونم و فاضلابا ارتباط داره. در هر جای متفاوت است با دید امو مهندس و دیزاینر اونم و تشکر. چرا وقتی یک نفر مفته رئیس صاحب ما رو خنده میگیره؟ اقالت طبیعی است. شاید خود آدم در یاد آدم میگه که چقدر امو کنترول وجود خود در اختیار نداره و مفته. بهترین وقت تصمیم گیری چه وقت است؟ صبح یا شام؟ بهترین وقت تصمیم گیری همون وقت است که آدم آماده تصمیم گرفتن باشه. خب بسیار خوب. آیا امکان داره که حافظه انسان پر شوه؟ تا بال خود ارزیابی نشده. این تکنولوژی همی میموری دسکای را که جور میکنن اول کم بود و پر میشد زیاد شده رفته حاله. سایزش خرد شده فضایش کلانتر شده. اما خوشبختی است که حافظه انسان تا بال امو سایز امو حافظه تا هنوز که چقدر حجم معلومات میتونه به خود بگیره تثبیت نشده. خب بسیار خوب. لایتنهایی باره معلوم میشن. بله بله. سلامت زنده باشین. تشکر از آقای نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری خدمات ملکی افغانستان. تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. به افتخارشان یک کف بسیار محکم. تشکر از شما. خداحافظ شما. وقت خوش داشته باشین. میریم یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم. ما را فراموش نکنین. بسیار خوش آمدین به سراچه. قسمی که وعده کرده بودیم بازم موسیقی داریم. موسیقی ما آکو باند است. به افتخار آرش بارز، امید پارسا و سعیم ظفر خوب یک کف محکم بزنیم. همگیتان خوش آمدین. میشه کوتاه درباره آکو باند برای ما بگوین و درباره اجرایی که امشب برای ما میکنین بگوین. بسیار جان تبریک باشه. سلامت برای کل ما شما تبریک باشم. به خاطر کمیش هم میباشیم یک جای. ما برای خودت منتظر یک فلان کوچ بودیم. بر روی آکو باند یک بند موسیقی ساحلیست آکوستیک کار میکنه. آکو در زبان فارسی به معنای بوم بوم یا جغد، این پرنده هایی که شب میخوانن. و یک اجرای بسیار خودمانی داریم. دو تا گیتار، یک تا امید پارسا، ما هم امرایش میخوانم. آلام اجرای آکو باند. Oh
واقعاً که ام خوشاواز ام خوشنواز بودین. بسیار ممنون. تشکر. تشکر. زنده باشین. جوان سپاس. واقعاً لذت بردیم. میریم یک وقفه بسیار کوتاه، اما فراموش نکنین که هیجان باقی است. بازم لبایتان پرخنده باد و همیشه خوش و خوشبخت باشین. بازم سراچه است. ما قبلاً اعلان کرده بودیم که به استعدادهای پنهان نیاز داریم. مردم میگفتن استعدادها چی است؟ ما بسیار استعدادهای خوب است که راجستر کردن، خدا نامایشان همراه ما است. ما اونا به نوبت هر روز در امی بخش، هر روز نه، البته در هر برنامه در اینمی پارت میاین و اجرا میکنن. حالا به افتخار دو استعدادی که واقعا استعداد هستن، شما شاهدش خواهد بودین، یک کف محکم بزنید. Thank you.
بسیار عالی، بسیار عالی. اجرای بعدی را مستقیم میریم که دوستا باز نگوین که چی گپ شد. شما فقط تنها خودتون بودین نه؟ باز کدوم تا؟ لاسپیکر را نمانده باشی اوجه سویچ از اینجا بزنید. خب بریم شما. کی جوره ایست؟ خب خب بسیار خوب، بسیار خوب. بفرمایید. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, are you ready? یعنی چقدر مشکل کار هستی؟ حالا با تمرین باز اگر نمی بودین من فکر میکنم که واقعا اینجا وسایل موسیقی ماندگی است. بر صورت ایره در کجا یاد گرفتینی کدام کورس داره چطور؟ برای اولا ما ویدیویش از یوتیوب دیدیم. در مدت 3 سال میشه که بیت باکس کار میکنیم. چند وقت دارم که بیت باکس درس میدادیم دیگه. خود ما هم چند ماهی را که بیت باکس درس دادیم شاگردای هم بودن که علاقمند بیت باکس بودن تونستن در یک درجه برسن. خب آهنگای افغانی هم میشه؟ میشه ولی باید زیاد کوشش کرد. حالی چه رقمی است بیت باکس؟ تقلید از صداهای مثلا درام است. درام کار میگیره ولی باز باید کوشش کرد که در پای ازی هستم که یک دفعه کوشش کنیم. اینجا میشه که یک دفعه بکنیم؟ تونست که تو کوشش نکردیم چون یعنی ساز افغانی سدن خیلی مشکل است. آسان است که نمی برتم. شد یا نشد؟ شد کشش برد. اتماک مرغک شد. کورس بگیرم برات خوب میشه. یک دانه ساز مست بزنی که من یک رقص کنم. واقعاً استعدادهای خوب بودین. جهان سپاس که آمدین. سلامت باشید. و شما لیاقت بسیار چیزهای بزرگ دارین اما ما یک تحفه بسیار خرد در نظر گرفتیم. سلامت باشید. خدا کنه مورد پسندتان قرار بگیره. از همکارا تقاضا میکنیم که تحفه‌شان را بیارن. وای من نشدم. تشکر از نمایش بسیار جالبتان. تشکر. از شما و یام از شما. سلامت باشید. خوش باشین.
انشالله که شما را در جای بسیار بلند ببینیم. تشکر. افتخار افغانستان هستین. یک گفتنی داشتم. بفرمایید هزار دفعه هزار دفعه. یک تشکر خاص و ویژه داریم از شبکه طلا و برنامه خوب سراچه که یک استعدادیابی را انداختن به این که استعدادهای که پنهان هستند جلب کنه و آنها را روحیه و تشویق کنن. تشکر از شما. زنده باشید. درست است. ما وطنی گفتین نمیشه نه؟ وطنی گفتین تابل سرش کار میکنین نه؟ خب بسیار خوب. دوستا اگر میخواین این قسم سر استیج سراچه باشین و استعداد پنهانتان را به مردم نشان بدین 4 5 6 6 2 10 را فراموش نکنین. میریم یک وقفه بسیار کوتاه. فراموش نکنین که یک بخش جالب دیگه هم باقی مونده. تشکر. بایدامه برنامه سراچه خوش آمدید. باز هم اکوباند و بهترین اجرایشان. نام خدا زیاد شده میریم. دیگه میشنیم دوباره آهنگ از خود آرش جان و می جان که کدام آهنگ میخوانین و چی کار میکنین باز؟ کار جدید چی است باز؟ من باید اول بگم که این بند که متشکل از تعداد مختلف صداها است یک بند ویژه است و در برنامه سراچه از این به بعد هر هفته به صورت ویژه اجرا خواهد داشت و این خبر خوبیه که ما بگم این بند برای اولین بار به صورت زنده هر هفته تمرین میکنه، آمادگی میگیره و یک اجرای خوب یا دو تا اجرای خوب برای برنامه خواهد داشت. بله. در این برنامه ما میخواهیم که یک کار پشتو اجرا کنیم. امید؟ واو. بله. یک کاری از زندگی استاد اولمیر قرار اجرا کنیم و یک مقدار یک نوآوری هم داخل کار کردیم. 100% که امیدوارم به گوش شنونده ما پلی بک زیاد شنیدیم. موسیقی زنده میشنویم. حاله خوبی پلی بک نیست، فقط روزهای جمعه شما میمانین و ما آهنگ بشنوین با شنیدن همین آهنگ. تا جمعه بعدی شما را به الله پاک بسپاریم. خداحافظ ناصرتان. I'm not alone.
Thank you.